در این قسمت از برنامه سود میریم به سراغ کشتی. مستحضر هستی که در رسانه هم خبرش بازتاب داشت، رقابت های جام جهانی کشتی آزاده که در لس آنجلس امریکا برگزار میشه و تیم ملی ایران قرار حضور داشته و این رقابت حضور پیدا کنه. این رقابت در چند روز آینده این رقابت ها با حضور 10 تیم برتر دنیا در امریکا برگزار میشه. میریم به استکهلم سوئد خدمت آقای آرش سروندی، خبرنگار و کارشناس کشتی. آقای سروندی خدمتتون سلام عرض میکنم و رقابت های جام جهانی کشتی آزاد در امریکا برگزار میشه، ایران در گروه افتاده که به خود امریکا هم گروه از جزئیات بیشترین رقابت ها از شما میشنویم. با سلام خدمت شما آقای خسته‌جلدی و همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. بله، رقابت جام جهانی کشتی امریکا که تا چندی دیگر برگزار خواهد شد قرعه کشی شد. ما با تیم های هند، ارمنستان، ترکیه و امریکا هم گروه هستیم که باید دیدارهای خودمون رو برگزار کنیم در اوزان جدید این رقابت ها. ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران نسبت به رقابت های جهانی تغییر آنچنانی نداشته، یعنی هر آنچه که سرمایه کشتی آزاد ما هستش در این رقابت ها حضور پیدا خواهد کرد. در هر وزن دو نفر رو داریم، فقط در 65 کیلوگرم ما میثم نصیری رو خواهیم داشت و یک کشتیگیر رو داریم، اما در اوزان دیگر دو تا سه نفر رو داریم. تیم ایران تقریبا با تمام قوای خودش و با بهترین نفراتی رو که داره با چش داشتی به مسابقات جهانی سال گذشته، سال 2013 تیمی که قهرمان دنیا شد و رقابت‌های جام جهان پهلوان تختی که برگزار شد و نفرات برتر انتخاب شدن، ما گام به این مسابقات گذاشتیم. در رابطه با نتایجی که بشه پیش بینی کرد از این مسابقات، باید خدمتتون عرض کنم که در چون رقابت‌های جام جهانی به صورت حالا انفرادی هست و تیم به تیم هست و نتایج کلی تیم ها حساب میشه و تیم میتونه به دور بعد راه پیدا کنه، من فکر میکنم با توجه به قرعه‌ای که داریم شانس ما برای بردن تیم های ارمنستان، هند و ترکیه بسیار بالا هستش. در رابطه با آمریکا هم من اگر بخوام درصد بدم در اوزان فکر میکنم 60 به 40 شانس ایران، با وجود اینکه آمریکایی‌ها میزبان این مسابقات باشن، اما شانس ایران بیشتر خواهد بود به دلیل اینکه ما در اوزان یک به یک که بخوایم حساب کنیم میبینیم که در 5 وزن از 8 وزن شانس بسیار زیادی رو داریم برای اینکه پیروز میدان بشیم. آقای سروندی، خب من فکر کنم کفه ترازو در لس آنجلس به نفع ایران است، چون تمام ایرانیان مطمئنا اونجا دیگه جای سوزن انداختن برای اون سالن نمیذارن و فکر نمی‌کنم این نفرات حالا علاقمندان کشور دیگه شانس داشته باشن، چون اونجا ایران من فکر می‌کنم داره در تهران حالا کشتی میگیره، درسته؟ بله، در کالیفرنیا لس آنجلس همیشه همینطور بوده حضور ایرانی‌ها. اصلا در رقابت‌های کشتی امریکا هر موقع میزبان بوده حضور تماشاگرها، من وقتی که فیلم‌های حالا خیلی قدیمتر رو نگاه می‌کنم برای سال مثلا 1996 المپیک آتلانتا یا مسابقات جهانی اون زمان رو، صدای تماشاگر ایرانی همیشه هست. الانم که حالا باز فکر می‌کنم که حضور تماشاگر ایرانی چون به هر حال ماجرات بیشتر شده در استادیوم مسابقات بیشتر بشه و خیلی شور و هیجان خاصی رو داره. خود کشور آمریکا هم با یکی از دوستان من صحبت می‌کردم، الان در رابطه با مسابقات جام جهانی تبلیغ بسیار گسترده‌ای رو داره می‌کنه در تلویزیون و تمام شبکه‌های مختلف آمریکایی دارن در رابطه با این مسابقات صحبت می‌کنن و خیلی دارن بها میدن به این رقابت‌ها. سالن مسابقات هم آقای خسروجلدی با توجه به حالا اون سبک و سیاقی که آمریکایی‌ها برای برگزاری مسابقات دارن مثل رقابت‌های MMA خواهد بود. فکر می‌کنم تشک سیاه با زوم قرمز رنگ که یک رنگ و جلوه خاصی رو به مسابقات میده و فقط نور روی تشک مسابقه هستش و کل سالن تاریک میشه. این کاری که آمریکایی‌ها انجام میدن توی برگزاری مسابقات خیلی جالب هستش. به هر حال برگزاری رقابت جام جهانی در رشته کشتی ما نباید فکر کنیم که جام جهانی اگه قهرمان شدیم این ارزشش برای ما از قهرمان در مسابقات جهانی بیشتره، اینطور نیست. آقای سروندی توی بخش پایانی این قسمت تیم ملی کشتی فرنگی با محمد بنا در رقابت‌های جایزه بزرگ فیلا موفق شد که با اقتدارم قهرمان بشه. چطور ارزیابی می‌کنید اولین آزمایش محمد بنا در تیم ملی رو؟ خب اولین که محمد بنا با این تیم انصراف داد و حضور پیدا نکرد در این رقابت‌ها، نماینده خودش آقای خلیل رشید محمدزاده رو اعزام کرد به مسابقات و تیم اعزامی خودش رو به دست ایشون سپرد. ما ترکیب خیلی خوبی رو داشتیم در این مسابقات، عالم نعمت‌پور، حمید سوریان، کشتی یا امید نوروزی
یعنی با بهترین نفرات خودمون که از المپیک لندن شاید تا این میدان حضور پیدا نکرده بودن در هیچ رقابتی رو به این رقابت ها بردیم در اوزان جدید و نتایج خوبی هم گرفتیم. اما اشاره کردید به نام محمد بنا، متاسفانه درگیری‌های در یک خبرهای شنیده میشه، درگیری‌های داره به وجود میاد در رابطه با کشتی فرنگی و حضور حسن بابک به عنوان سرپرست این تیم و محمد بنا به عنوان سرمربی. مثل اینکه مشکلاتی به وجود اومده که ادامه مشکلات رسیده به جایی که محمد بنا تیم‌های ایران رو در مسابقات برون‌مرزی همراهی نمی‌کنه به عنوان سرمربی و صحبتش این است که در تیمی که من سرمربی هستم نباید حسن بابک. خب اینا چجوری با هم هماهنگ نیستن بعد با هم دارن کار می‌کنن؟ حکم رو کی صادر کرده؟ این حکم رو رسول خادم صادر کرده. فکر می‌کنم ببین قبل از اینکه محمد بنا بیاد وارد دوباره برگرده به سمت سرمربی تیم ملی کشتی فرنگ ایران، همونطور که ما در این برنامه هم صحبت کردیم، استفاده داده بود از سمت خودش به دلیل مشکلاتی که با رسول خادم به عنوان مدیر فنی در اون زمان داشت. بعد از این رسول خادم قبل از برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون رفت و محمد بنا صحبت کرد، ایشون رو آورد. از سمت دیگه آقای حسن بابک که اینا از سال 2005 با هم یک درگیری‌هایی رو دارن به خاطر انتخابات حسن رنگرز و حمید سوریان که موقع تازه اومده بود، این درگیری‌ها الان من نمی‌دونم هدف فدراسیون از آوردن این دو نفر چی بوده. شاید حالا هدف این باشه که محمد بنا الان دوباره درگیری پیدا کنه بره و این بار نه به خاطر رسول خادم و چهره محمد بنا اینطور بشه که ایشون یک مربی هستش که همش قهر میکنه یا میره. من همچی چیزی تو ذهنم هست که امیدوارم اینطور نباشه. و حتی این رو هم بگم، این صحبت هست که شاید محمد بنا در رقابت‌های جام جهانی تهران هم روی صندلی کوچ تیم ملی کشتی فرنگ ایران ننشینه و اگر یک موقعی ما شنیدیم در این روز محمد بنا استفاده تعجب نکنیم. پس ما در پایان نباید انتظار داشته باشیم که کشتی فرنگی خیلی فضای آرومی داشته باشه دیگه. بله منم پیش بینیم همین هستش و علاوه بر اینکه نباید همچین فضای آرومی رو پیش بینی کنیم، الان یک سالی که محمد بنا تقریبا نبوده، پشتوانه‌های ما افت بسیار شدیدی داشتن و ما الان دوباره در کشتی فرنگی هم داریم تک مهره میشیم. نفر دوم طالب نعمت‌پور اختلاف زیاده، امید نوروزی نفر دومش همینطور، حمید سوریان همینطور. در زمانی که محمد بنا بود اینجوری نبود، طالب نعمت‌پور مثلا حبیب‌الله اخباری شونه به شونه داشت تعقیب میکرد و اونچنان فرقی نداشت حضور اینا در رقابت جهانی، ولی الان اینطور نیست. بسیار ممنونم از آقای سروندی. اگه صحبتی نمونده ما شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. امیدوارم که کشتی ایران واقعا به جایی برسه که هم فرنگی هم آزاد در این شرایط ایدار به قهرمان پروری و افتخار آفرینی برسن با حضور حالا محمد بنا و همه خانواده کشتی. سری بزنیم به صفحه سود در فیسبوک و سایت ایران فردا و تلفن پیامگیری که همکارانم هم زیرنویس میکنن بعد میبینید و مشاهده میفرمایید، اونجا سری بزنید، نظر و پیشنهاد بدید، حتما لحاظ میشه و مطمئنا ما استقبال میکنیم. بابا همراه باشید.